در ساعت پایانی دیروز، در حالی که وقت اداری در ایران پایان یافته بود، محمود احمدی نژاد فرست وزیران خود را در نامه رسمی برای علی لاریجانی رئیس مجلس فرستاد. خانه ملت خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی امروز با انتشار اسامی وزرای پیشنهادی احمدی نژاد به مجلس، به نقل از حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیئت رئیسه مجلس، اعلام کرد که کار رسیدگی به صلاحیت وزرا از 8 شهریور در مجلس آغاز می شود. مردان و زنان منتخب احمدی نژاد، سوسن کشاورز وزارت آموزش و پرورش، رضا تقی‌پور وزارت ارتباطات، حیدر مصلحی وزارت اطلاعات، سید شمس‌الدین حسینی وزارت اقتصاد و دارایی، منوچهر متقی وزیر امور خارجه، مرضیه وحید دستجردی وزارت بهداشت و درمان، محمد عباسی وزیر تعاون، صادق خلیلیان وزارت جهاد کشاورزی، حمید بهبهانی وزارت راه و ترابری، فاطمه آجرلو وزیر رفاه، علی اکبر مهرابیان صنایع و معادن، کامران دانشجو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عبدالرضا شیخ الاسلامی وزارت کار، مصطفی محمد نجار وزیر کشور، علی نیکزاد وزارت مسکن، مسعود میرکاظمی وزیر نفت، محمد علی آبادی وزارت نیرو، مهدی قزنفری وزارت بازرگانی و احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. در همین حال محمد رضا باهنر که تنها عضو هیئت رئیسه مجلس به عنوان تایید کننده خبر دریافت فهرست وزرا بود، امروز در واکنش به فهرست احمدی نژاد گفت که بعید می‌داند همه وزرای پیشنهادی بتوانند رأی اعتماد بگیرند. باهنر با بیان اینکه مجلس تلاش خواهد کرد با مماشات با وزرای دولت دهم برخورد کند، در بخش دیگری از سخنانش به کنار گذاشتن برخی از وزرای کارآمد دولت نهم از سوی احمدی نژاد اشاره کرد و گفت متاسفانه برخی وزرا از جمله آقایان لنکرانی، فتاح و جهرومی که در کار خود موفق بودند کنار گذاشته شدند که این امر برای مجلس هنوز هم مبهم است. حسین علی شهریاری نائب رئیس کمیسیون بهداشت نیز پیش بینی کرد حداقل 6 نفر از افراد و نامزدهای معرفی شده نخواهند توانست از مجلس رأی اعتماد کسب کنند. داریوش قنبری عضو فراکسیون اقلیت مجلس نیز در واکنش به فهرست وزرا گفت رئیس جمهور بیشتر دنبال گزینه‌های مطیع و سرباز است تا مستقل، کارآمد و ژنرال. وی با انتقاد از اینکه برخی از افراد معرفی شده از سابقه مدیریتی بالا برخوردار نیستند، گفت که برخی از وزرای پیشنهادی حتی سوابق علمی و تخصصی مرتبط نیز ندارند. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران نیز امروز در نشست مشترک شورای مرکزی و شورای استانهای جامعه اسلامی مهندسین گفت با توجه به معرفی دیرهنگام وزرای پیشنهادی به مجلس، فعلا نمیتوان در مورد کارآمدی این فهرست نظر قطعی داد. وی گفت که هفته آینده نظرات خود را اعلام خواهد کرد. پیش از این احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد شدید از اسامی اعلام شده برای کابینه دهم اعلام کرده بود در فهرست احمدی نژاد کسانی هستند که حتی یک روز هم کار اجرایی نداشتند. وی با انتقاد از معرفی دستجردی به عنوان وزیر رفاه، از سوابق وزیر پیشنهادی اطلاعات نیز انتقاد کرد و گفت کسی که یک روز در زندگیش کار اطلاعاتی نکرده و مهمترین کاری که در رشته خود در سالهای اخیر انجام داده ریاست سازمان اوقاف بوده، برای وزارت اطلاعات چه تناسبی دارد؟ مصطفی کواکبیان عضو کمیسیون فرهنگی و فراکسیون اقلیت مجلس نیز هفته گذشته با اشاره به اینکه رئیس جمهور اساساً هیچ مشورتی برای انتخاب وزرا با مجلس نداشته پیش بینی کرده بود، احتمال رأی آوری نصف اعضای کابینه هم بعید است. این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون washington.com